به نام خدا، توی فیلم آموزشی 8 شماره 7 میخوام در مورد کنتاکتور و کاربردش باهاتون صحبت بکنم. کنتاکتور یکی از پرکاربردترین قطعات برق صنعتی هستش و دیگه کمتر تابلوی برق کنترل کننده موتوری میتونیم ببینیم که در اون از کنتاکتورها استفاده نشده باشه. اینجا ما خیلی ساده براتون میگیم کنتاکتور چی هست و چه کارایی داره توی راه اندازی و در واقع روشن کردن و خاموش کردن موتورهای سه‌فاز روتور قفسه‌ای. خب اگه بخوایم شروع بکنیم در مورد کنتاکتور صحبت بکنیم، اولین چیزی که میخوایم بگیم این هستش که خب قبلا ما این کار رو هممون انجام دادیم، یه سیم پیچی در واقع ایجاد میکردیم اطراف یک میخ، حالا یا یک پیچ یا میله فلزی متصل میکردیم دو سر یک باتری، این سیم پیچ میدان مغناطیسی ایجاد میکرد و این میخ ما چی میشد؟ آهنربای الکتریکی میشد. حالا اگر شما این میخ رو از وسط این سیم پیچ خارج بکنید و این همین سیم رو متصل بکنید به این باتری، مثبت و منفی باتری، زمانی که شما میخ رو نزدیک این سیم پیچ میکنید، سیم پیچ تمایل داره که میخ رو در واقع جذب بکنه به سمت خودش و دوباره میخ رو بکشه به داخل سیم پیچی که شما ایجاد کرده بود. دقیقا از همین روش استفاده میشه برای ساختن یک کنتاکتور. روش کار به این صورت هست، ما یک سیم پیچ ایجاد میکنیم که هسته این سیم پیچ متحرکه و خب دو سر سیم پیچ رو میام و متصل میکنیم مثلا به ولتاژ 220 ولت. البته ولتاژ مختلفی میتونیم داشته باشیم، میتونیم 24 ولت داشته باشیم، 12 220 ولت داشته باشیم، 110 ولت داشته باشیم، یا حتی 380 ولت سه‌فاز میتونیم داشته باشیم، بسته به اینکه حالا مشخصات این سیم پیچ به چه صورت هستش. و خب اسم ترمینال های این سیم پیچ هم A1 و A2 A1 و A2 قرار میدیم و نحوه کار به این صورت است که زمانی که شما این ولتاژ رو متصل کردید، این هسته به سمت مرکز سیم پیچ کشیده میشه. هسته که به سمت مرکز کشیده بشه، یک پلاتین هست به دنبال خودش میکشه این رو به سمت پایین و باعث میشه این مسیر جریانی که ما از اینجا داریم از این طریق بسته بشه. در واقع این پلاتینمون به سمت پایین، کنتاکتمون به سمت پایین که حرکت بکنه، این مسیر جریان بسته میشه. خب اگر شما ولتاژ اینجا رو قطع بکنید، این کنتاکت برمیگرده سر جای خودش. چرا؟ چون ما اینجا از فنر استفاده میکنیم، یک فنری قرار میدیم که باعث میشه این کنتاکت برگرده سر جای اولیه خودش. خب از همین روش استفاده میکنیم توی کنتاکتورها. توی کنتاکتور حالا با یک سری تغییرات این کار رو انجام میدیم، یه هسته متحرک در نظر میگیریم، یه هسته ثابت در نظر میگیریم. خب هسته ثابت رو به کمک یک میدان مغناطیسی، به کمک یک سیم پیچ مغناطیسش میکنیم، این هسته در واقع این شکل مانند رو، و هسته متحرک رو متصل میکنیم به همون تیغه های بالایی. زمانی که این میدان مغناطیسی ایجاد کرد، هسته متحرک میاد پایین و وصل میشه به هسته ثابتمون و به دنبال خودش تیغه ها رو به پایین میکشه. این حالت اولی هست که ما اتصالی نداشتیم، این حالت دومی هست که اتصال ایجاد کردیم. پس این میشه شماره 4، میشه تیغه ها، به اصطلاح تو برق صنعتی بهش میگیم تیغه های کنتاکتور. شماره 3 میشه هسته متحرک، شماره 2 میشه فنر و شماره 1 میشه سیم پیچی که مربوط به هسته ثابت هستش. سه تا هم در نظر گرفتیم چون میخوایم سه‌فاز رو قطع و وصل بکنیم، همزمان سه تا کنتاکت وصل بشه و سه‌فاز رو قطع و وصل بکنیم. اگه بخوایم دقیق‌تر ببینیم به این صورته، شما سه تا ترمینال این طرف دارید که دقیقاً اینها میشه L1 L2 و L3
و سه تا ترمینال هم این طرف داره که دقیقا میشه T1, T2 و T3. این سه تا تیغه به پایین حرکت میکنه، L1, L2 و L3 متصل میشه به T1, T2 و T3. A1 و A2 هم که اینجاست، A1 و A2 اینجا داریم. بوبین کنتاکتور هست که به 220 ولت 50 هرتز متصل میشه، 50 یا حالا 60 هرتز متصل میشه. فاز به A1 متصل میشه، A1 متصل میشه و نول به A2. چیزی که اینجا میبینیم 13 و 14 عنوان شده NO، یه کنتاکت دیگه هست، یعنی علاوه بر این تیغه هایی که ما اینجا داریم یه تیغه دیگه شما اینجا در نظر بگیرید با ترمینال هایی که اینجا داریم، اینه بهش میگن کمکی، که خب توی برق صنعتی توی مداره فرمان ازش استفاده میکنه، ولی خب اصل کنتاکتور همین سه ترمینال ورودی و خروجی هستش. خب حالا چه شکلی استفاده کنیم از کنتاکتور؟ میام با سه تا فاز رو با ورودیش متصل میکنیم، از خروجی سه فاز رو میگیریم میبریم برای موتورمون، حالا موتوری که ستاره شده یا مثلث شده فرقی نمیکنه. اگر شما فاز و نول رو وصل بکنید به A1 و A2 میدان مغناطیسی ایجاد میشه و این سه فاز میرسه به موتورمون. میتونید یه دونه شاسته اینجا قرار بدید، این شاسته رو فشار بدید، فاز رو برسونید به A1 تا کنتاکتور عمل بکنه و موتورتون روشن بشه. به اصطلاح به این قسمت تک فاز بعدا توی برق صنعتی میگن مدار فرمان، و به این قسمتی که مربوط به سه فاز هست میگن مدار قدرت. شاستی که اینجا استفاده میشه بهش میگیم شاستی استارت، پولکش هم سبز رنگه، بهش میگیم شاستی استارت. در واقع مثل شاسی زنگ هستش دیگه، وقتی که این رو فشار بدیم فاز از بالا میاد میرسه به کنتاکتور، به بوبین کنتاکتور، اما نور هم که به صورت ثابت متصل هست به بوبین کنتاکتور. زمانی که دستتون رو از رو شاسی بردارید این شاسی به این صورت هستش که حالت فنری داره و بر میگرده سر جای اولی خودش و دوباره کنتاکتور قطع میشه. پس این کاربرد کنتاکتور بود توی قطع و وصل کردن موتور. ببینید دیگه شما به صورت مستقیم کنتاکتور رو قطع و وصل نمی‌کنید، بلکه فاز بوبین کنتاکتور رو قطع و وصل می‌کنید. به اصطلاح به کنتاکتور میگن قطعه الکترومکانیکی، در واقع هم از روش الکتریکی درش استفاده میشه و هم روش مکانیکی که باعث میشه تیغه ها قطع و وصل کنن سفازمون رو. خب الان میتونیم برای سفازمون هم کلید بگذاریم، یعنی شما میتونید همون کلید MCB یا کلیدهای دیگه میتونیم متصل بکنیم، منتها چون شما دیگه اینجا اتصالتون رو در واقع قطع و وصل کردنتون رو به کمک کنتاکتور انجام دادید، دیگه از کلیدهای دستی استفاده نمی کنیم، میام و از کلیدهای اوتوماتیک استفاده میکنیم که دیگه بیام موتور رو حفاظت بکنیم در برابر حالا مثلا اتصال کوتاهی که اتفاق میفته، بیام موتور رو حفاظت بکنیم، که خب توی فیلم های بعدی در مورد حفاظت بیشتر باهاتون صحبت میکنم. این دوره رایگان برق صنعتی به زبان ساده این آخرین جلسهش بود. شما میتونید ادامهش رو توی یک دوره در واقع پیشرفته تر استفاده بکنید ازش، اسمش هست دوره رایگان تکنسیان برق صنعتی. اگر بخواید توی این دوره شرکت بکنید میتونید به این آدرس وبسایت مراجعه بکنید، استادبرق.com/b. خیلی ساده آدرس رو تعیین کردیم که خیلی ساده بتونید تایپ بکنید و برسید به این آدرس. این دوره هم توی این صفحه رایگان هستش، در واقع ادامه همین دوره برق صنعتی هستش، چون مباحث ساده تر رو ما خدمتتون عنوان کردیم اونجا میام یه مقدار مباحث رو پیشرفته تر میکنیم که میتونید شما دوستان با ما همراه باشید. برای اطلاع رسانه بیشتر هم میتونید به کانال تلگراممون مراجعه بکنید که اینجا
آدرسش درج شده. موفق باشید.